متاسفانه مطلع شدیم حسین زمان یکی از خواننده های قدیمی و دوست داشتنی کشورمون درگذشت. ضمن تسلیت به خانواده و طرفداران این هنرمند عزیز تو این ویدیو به زندگی حسین زمان میپردازیم. کسی که قبل از انقلاب توسط ساواک دستگیر شد اطلاعیه بر علیه حاکمیت به دیوارها میچسبوند و در همین اعتراضات اخیر به شدت معترض بود از حسین رونقی و توماج صالحی دفاع کرد و اعتراضهای خودش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. تغییر روند زندگی حسین زمان بسیار جالبه. او 17 سال از فضای موسیقی کشور دور بود. میتونیم بگیم او به شدت وطن پرست بود. یک وطن پرست واقعی که در جنگ ایران و عراق هم حضور داشت. با وجود اینکه توسط ساواک دستگیر شده بود در جنگ ایران و عراق حضور داشت اما شاید هیچ وقت نخواست از رانت استفاده بکنه و مجوز بگیره او 17 سال از موسیقی دور بود و بالاخره در سال 98 موفق شد که کنسرت بگذاره 18 مرداد 1338 بود او در تهران متولد شد پس از اتمام تحصیلات متوسطه در تهران و اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان خارزمی در سال 56 به دانشگاه راه پیدا کرد و در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان به تحصیل پرداخت. او که مبارزات سیاسیش رو از 16 سالگی در دبیرستان و با پخش اعلامیه‌ها و نوشتن مقالات سیاسی آغاز کرده بود، پس از دو ترم تحصیل توسط ساواک دستگیر شد و از دانشگاه اخراج. پس از اون برای تحصیل به آمریکا رفت و تا آغاز جنگ ایران و عراق در اونجا موند. با آغاز جنگ، علیرغم اینکه حدوداً 100 واحد دانشگاهی رو گذرونده بود و برای چند ترم پیاپی شاگرد اول شده بود، به ایران برگشت و درسش رو نیمه کار رها کرد. سپس راهی جبهه شد و در طول هشت سال جنگ همزمان با ادامه تحصیل به مبارزه با دشمن هم پرداخت. تحصیلاتش رو تا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مخابرات ادامه داد. او برای مدتی فرمانده معاونت مخابرات نیروی دریایی سپاه پاسداران هم بود. در طی 20 سال گذشته به تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهش در زمینه های الکترونیک، مخابرات و رایانه هم مشغول بود. او دو فرزند داره و از سال 1381 در جزیره کیش زندگی میکنه با جبهه مشارکت ایران اسلامی رابطه نزدیکی داشت و در برنامه ها و همایش های این حزب اصلاح طلب حضور داشت. از جمله اون میتونیم به اجرا و قرائت دعای کمیل در مراسم دعا برای سلامتی و ابراز همدردی با سعید حجاریان اشاره کنیم. که در محوطه بیمارستان سینا و خیابانهای اطراف اون در شامگاه روز ترور حجاریان اجرا شد. حسین زمان پس از 17 سال دوری اجباری از صحنه موسیقی رسمی کشور روز پنجشنبه 3 مرداد 98 در دو نوبت در مرکز همایش های برج میلاد تهران بالاخره موفق شد که اجرا داشته باشه او در سال 97 تونست مجوزهای آهنگهاش رو هم بگیره بیش از سی نوازنده به رهبری صابر جعفری حسین زمان رو در این کنسرت همراهی کردند او در 20 بهشت 1402 در اثر عوارض ناشی از بیماری سرطان کبد در سن 64 سالگی درگذشت. در اعتراضات اخیر هم پست های اعتراضی رو منتشر کرد. مثلا در مورد مهرشاد شهیدی نوشت نمیدونم مثل بارون رو کدوم شونه ببارم مگر چه گناهی مرتکب شده بود هر بار به این چهره نگاه می کنم غم و قصه توام با خشم همه وجودم را می گیرد امروز چهلم شهادت اوست و راه های ورود به آرامستان را به روی عزادارانش بسته اند حسین زمان در یک پست دیگه نوشته باید از گفته حسین رونقی وام بگیرم و بگویم من هم از اینکه برای دفاع از وطنم در جبهه کشته شوم و همسر و دو فرزندم را تنها بگذارم میترسیدم من هم دلم میخواهد بدون تشویش و نگرانی از بازداشت و زندانی شدن خود و خانوادهام را در آرامش قرار دهم. من هم خوشحال نمی شدم از اینکه چندین نوبت در دادگاه محاکمه شوم و زندگیم دچار مشکلات عدیده گردد. من هم دوست نداشتم امکان تدریس در دانشگاه را از دست بدهم کاری که به آن عشق میورزیدم. من هم دوست نداشتم 17 سال از بهترین دوران عمرم را نتوانم به روی صحنه بروم و از فعالیت هنری محروم شوم. من هم دوست داشتم مثل خیلی از افراد دیگر سالی چند کنسرت در شهرهای مختلف برگزار کنم چون احساس زنده بودن می کردم. من دوست نداشتم تحت زور و فشار فرصت خواندن در جمع مردم را از دست بدهم و به تدریج از یادها بروم. من هم لذت نمیبرم از اینکه بعد از سالها فعالیت و تلاش در عرصه های فرهنگی، هنری و آموزشی به لحاظ درآمد زیر خط فقر باشم. من هم خیلی چیزها را دوست داشتم و میخواستم که از آنها محروم شدم و از خیلی چیزها که بر سرم خراب شد بدم میآمد ولی چه کنم که به وطن فروشی، هنر فروشی، چشم به روی واقعیت ها بستن و ظلم و بیعدالتی را ندیدن و تن به هنر سفارشی و فرمایشی دادن عادت نکرده بودم؟ چه کنم که نمی توانستم شرمنده مردم باشم؟ میدانم و میفهمم که به آزادی رسیدن هزینه دارد و بعضا هزینه های سنگین باور دارم که نمی شود در خوشی و خور رمیزیست و در عین حال بر علیه ظلم و بیعدالتی مبارزه کرد. اگر در خادم این مردم و این کشور بودن صادق هستید پس این قدر منت سر ایشان نگذارید و همراهشان باشید به هر قیمتی. آقای حسین زمان قبل از اینکه مجوز بگیره در یک مصاحبه گفته بود اگر این رفتارهای وزارت ارشاد ادامه داشته باشه در مقابل این وزارتخانه دست به تحسن خواهم زد مرا سوال هاست که از خوانندگی و اجرای زنده دور کردند با همه اینها آرزویم رفتن روی صحنه و دیدن شما عزیزان در اجراهای زنده ام هست در تلاشم تا اگر مساعدت کنند اولین اجرایم را به صورت خیابانی و رایگان تقدیم مردم کنم امیدوارم افرادی که دلشان برای هنر موسیقی و جوانها میسوزد همتی کنند تا یک کار هنری انجام شود اینها آرزوهای من است او در آخرین پستی که منتشر کرد نوشت سلام عزیزان دلم مدتی اینجا نیستم ولی دلم با شماست نمیتوانم جوابگوی تلفن ها باشم و نه پاسخگوی پیام های مستقیم واتساپ و تلگرام امیدوارم به زودی دیدار تازه گردد دست همگیتان را میبوسم حالا متاسفانه با خبر شدیم که این شخصیت هنری و دوست داشتنی کشورمون متاسفانه از دنیا رفت روح شاد و یادش گرامی لطفا شما عزیزان هم یک جمله در وصف این هنرمند عزیز بنویسید اگه علاقه دارید در مورد بانو فروزان و اتفاقاتی که در زندگی ایشون رخ داد هم اطلاعاتی داشته باشید لطفا روی این تصویر که در ویدیو مشاهده می کنید کلیک کنید مواظب خودتون باشید فعلا بدرود